منابع اطلاعاتی آلمان فاش کردند برلین از اداره اطلاعات آمریکا خواسته تا در زمینه تحقیق در مورد تهاجم سایبری به وسایل الکترونیکی مورد استفاده شخصیت‌های سیاسی آلمانی و به طور خاص آنگلا مرکل به آلمان کمک کنه. A massive hacker attack on German politicians, journalists and other public figures has been discovered. دولت آلمان اعلام کرده که به طور گسترده‌ای یک تهاجم سایبری به نامه‌ها و حساب‌های صدها شخصیت سیاسی در این کشور صورت گرفته است. در میان این شخصیت‌ها آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز دیده می‌شود. دولت آلمان می‌گوید در تحقیقات اولیه مشخص شده است که اطلاعات حساس از دفتر آنگلا مرکل به سرقت نرفته است. ولی مسئولین دولتی با حساسیت فراوان بر روی این موضوع کار خواهند کرد. دستگاه مبارزه با جرایم الکترونیکی آلمان به سرعت تشکیل جلسه داد. منابع رسانه‌ای آلمان گفتند برلین از اداره اطلاعات مرکزی آمریکا خواسته است که در این زمینه به آنها کمک شود. اسنادی که به سرقت رفته شامل موضوعات و نامه‌های شخصی و نسخه‌هایی از کارت شناسایی، شماره تلفن‌ها و رسیدهای خرید و ارتباطات داخلی احزاب بوده است. رسانه‌های محلی آلمان نوشتند که فرانک والتر اشتاینمایر رئیس دولت آلمان نیز یکی از کسانی بوده که هدف این تهاجم قرار گرفته است. بسیاری از افراد مشهور و خبرنگاران نیز در لیست کسانی قرار دارند که اطلاعاتشان به سرقت رفته است. نفوذ به حساب‌های اعضای احزاب اصلی آلمان به جز اعضای حزب راست افراطی در این کشور صورت گرفته است. مقامات آلمان هویت فرد یا افرادی که دست به چنین نفوذی زدند را اعلام نکردند. ولی شاید اطلاعات به سرقت رفته بتواند نشان بدهد که چه جریانی در پشت این نفوذ بوده است. چندی پیش یک حساب توییتری به دلیل هک کردن سایر حساب‌ها شناسایی و از شبکه اجتماعی قطع شد. این حساب 18,000 فالوور داشت و مقر اصلی آن در شهر هامبورگ در شمال آلمان بود. در حالی که برلین تلاش می‌کند نسبت به مسئولیت دوایر دولتی از هک شدن به افکار عمومی اطمینان خاطر بدهد، ولی تهاجم سایبری به عنوان یک چالش جدید بر روی میز دولت آمده است.